همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با من همراه تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم لیلا روحانی وضعیت رو شکننده توصیف کرده گفت همچنان شکننده است اما میگه حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر هم تا الان واکسن زدن وضعیت واکسیناسیون تو ایران چه شکلیه آره پوی اگه بخوایم از آخرین خبر شروع کنیم که از امروز هم ثبت نام بالای 70 سال شروع شده برای واکسن و روزهای گذشته هم داشتیم که افراد بالای 80 سال و 75 سال هم واکسینه شدن اما این آقای روحانی داره میگه که 5 میلیون دوز واکسن ایران وارد کرده تا الان و حدود 2 میلیون 700 هزار تا در واقع تزریق کرده در واقع این 2 میلیون 700 هزار تایی که آقای روحانی میگه در واقع مجموع دوست هاست که تزریخ شده اگه... حساب کنیم نزدیک 500 هزار نفر در ایران تونستن دو دوز کامل در واقع واکسن رو دریافت بکنن که خیلی عدد ناچیزی هم هست و شاید یک دو درصد بیشتر نباشه بنابراین ولی داره میگه تا آخر خورداد یعنی تا آخر این ماه و اوایل تیر برنامه‌ریزی هستش که 14 میلیون نفر که اولویت دار هستن اینو واکسن بگیرن ولی خب این واکسن ها از قرار از کجا بیاد اگه حساب کنیم حداقل برای یه دوز بعد 14 میلیون دوز واکسن در اختیار داشته باشه اگه بخوایم دو دوز حساب بکنیم بعد 28 میلیون ولی معلومه اصلا قاعده هم این است که وقتی که یه دوز رو میزنن بعد دوز دومش هم ذخیره داشته باشه ذخیره دقیقاً این مقدار واکسن الان ذخیره کجاست و قرار هستش که این تعداد میلیون ها دوز واکسن از کجا بیاد البته ما میدونیم که در روزهای اخیر هم جمعیت هلال احمر را اعلام کرد هم گمرک اعلام کرد که در واقع هم به اونا نامه نوشته شده در از وزارت بهداشت و وزارت ارشاد که در مورد نو, نو و میزان واردات واکسن هم گمرک هم هلال احمر اطلاع رسانی نکنه الان دیدم که مدیر داروی هلال احمر اعلام کرده که هفته پیش ما یه محموله واکسن آوردیم ولی به خاطر اون ممنوعیتی که بهشون ابلاغ شده نگفت که چه واکسنی از کجا و چند میلیون دوست به نظر میرسه که این آقای روحانی در واقع این پیش بینی که میکنه قرار هستش که 14 میلیون نفر رو تا آخر خورده در باید تیر واکسینه کنن اصلا مشخص نیست که با چه واکسن قرار اتفاق بیفته و چقدر از کجا خب تعداد شهرهای قرمز هم افزایش پیدا کرده کدوم مناطق هستن که به وضعیت قرمز افتن این میدونیم که ما هفته پیش به یک باره اگه مثلا 63 تا 64 تا شهر قرمز داشتیم در عرض دو روز به سه تا شهر در واقع کاهش پیدا کرد ولی الان دوباره از سه تا شهر رسیده 8 تا شهر که بیشتر مناطق جنوبی هستن و مناطقی هستن که در اونجا انواع ویروس جهش یافته که در هند شناسایی شده در آفریقای جنوبی اونجا هم در واقع دیده شده بیشتر مسافرانی بودن که در واقع یا از پاکستان اومدن یا هند اومدن در اونجا میان قرنطینه شدن اونجا شناسایی شده ولی اگه من بگم بگم در شهرستان اصلی و کنگان، چابهار، بندراباس، پارسیان، جاسک، رودان و میناب در هرمزگان در وضع قرمزان قرار گرفتن وضعیتش این است ولی اینو بگیم که اگه ما دیروز مثلا 11 هزار خورده مبتلا جای شناسایی شده همین آمارو رو در آذر ماه هم داشتیم یعنی 11 هزار مثلا 576 نفر رو داشتیم که در یک روز شناسایی شده ولی در همون موقع همه شهرهای ایران قرمز بودن در واقع ولی الان ما می‌بینیم که بیشتر شهرها نارنجی و زرد هستن ممنونم از تو لیلا سعادتی همکارم اینجا درست